خانم علم الهدا گفته امیدوارم در لبنان مردها روز زن واسه همسراشون هدیه بخرن، نه فقط اینجا میخرن. نه ترس، لبنان همه چی میخرن واسه همسراشون. اقدم با همسراشون خوبه، اقدم دوستشون دارن. قصه بانوان لبنانی و نخبار، همسراشون هواشونو دارن، من دیدم تو فیلماشون، خیلی هم رومانتیکن حتی. بله، هم هدیه میخرن، هم دوستشون دارن، هم گردش میبرنشون، هم خیلی از حق و حقوقاشونو رعایت میکنن. قصه شون نخور. گفتن چرا بعضی ها به ازدواج سفید بی تفاوتن؟ به نظرم رنگ بندیش مهم نیست، فقط مهم اینه که تهش قهوه‌ای نشه یه ازدواج دیگه. بقیه رنگاش طبق سلیقه خودتون انتخاب کنید، هر رنگش دوست داشتید، فقط مواظب باشید تهش قهوه‌ای نشه ازدواج، قهوه‌ای نشه. آره، بقیه رنگش آزاد. قالیباف گفته اولویت فعالان سیاسی باید افزایش مشارکت در انتخابات باشه. باقر اینو جدی میگی؟ باقر خودت به این باور داری؟ چون اگه این مشارکت افزایش پیدا کنه تو این مجلس رو رنگشو نمیبینی، این صندلی مجلس به تو نمیرسه. چون این مشارکت اگه بالا 30% هیچ یکی از شمایی که الان تو مجلسید رنگ صندلی مجلس نمیبینی. باید مشارکت 15-20-25 باشه که شما این مجلس رو ببینید. بله، مشارکت پایین حضور شما در مجلس، مشارکت بالا بای بای. بله، علیکی نگو، بازم بله پایین دوست دارید، پایین میخواید. به من دیگه، جمعیت دنیا شد 8 میلیارد. آها، به ما چه؟ خب ما هم جزئی از دنیاییم و اندازه 80 میلیون تأثیر داشتیم تو 8 میلیارد شدن این دنیا. منظورم این حرف چیه؟ خیلی منظور دارم. اگه یکی بهتون گفت 1% هیچی نیست، با اینجای دستتون یه جور بذاری تو دهنش که این دندونای جلوش بیفته تو در جهرزی. چون فقط 1% احتمال داشت ما تو این کشور چارفس به دنیا بیایم که اومدی. واسه هر جای دنیا 1% هیچی نیست، واسه مردم ایران 1% زیاده، هم زیاده هم به خاکی زیاد داشت واسه ما. بله، 1% واسه ما یه زندگیه، یه عمره، یه تباهیه. 1% واسه ما خیلی زیاده، حتی نگید که نه. نوشته یعنی او جوری که منو میبوسید داره اونو میبوسه؟ نه، پفه کردی تو صورتش داره توف میکنه. دقیقا همون جور که تو رو میبوسید داره اونو میبوسه و هر کاری هم با هم دیگه میکردید دقیقا داره با اون میکنه. تازه شاید با کیفیت ترش. آره، بوسه ها با کیفیت تر، تایمشو نمیدونم، آره شاید کم و زیاد بشه ولی با کیفیت تر. اگه این فکرتو مشغول کرده که این جوابش عوضی دیگه فکرشو نکن، دقیقا همون کار قشنگ دایورت کرده با او انجام میده. عوضی حالا برو به زندگیت برس. بسامی نماینده مجلس گفته متاسفانه چندین جوان در ایلام به خاطر بیکاری خودکشی کردن. بسامی بازم خدا رو شکر انتخابات شد و تبلیغاتش که صدای شما در اومد، زبونتون باز شد. بس تامی، این خودکشی ها مال این یکی دو روز نیست که تو میگی، این از قبل هم بوده، اون موقع چرا چیزی نمیگفتی؟ بس تامی، یکی از دلایل خودکشی تو هستی، تویی که وعده اشتغال بهشون دادی و عمل نکردی، تویی که به ناحق جایی که نمیتونستی عمل کرده خوبی داشته باشی و غصب کردی. بله، وقتی نمیتونی به وعدهات عمل کنی چرا میری اونجا؟ آها، فکر کردی میتونی، دستهای پشت پرده.
یعنی آزادی بیان و زیرساختهاش داره فوران میکنه. یه روزنامه از دولت انتقاد کرد، دیگه بهش آگهی دولتی ندادن. گفت واسه چی؟ گفتن انتقاد کردی. گفت مگه انتقاد جرمه؟ گفت جرم نیست، ولی ما آگهی میدیم به شرط تعریف. تعریف کن آگهی بگیر، انتقاد کنی هیچی بهت نمیدیم. بله ما آگهی هامون به شرط تعریف، تمجید و تملق، حتی بدون اینا بهت آگهی نمیدیم، اینم بهت نمیدیم. آره جلال بهبودی مال همراه اول گفته ای گرون شدن اینترنت اصلا پول نیست، 5 گیگ اینترنت پول 100 گرم تخمه است. جلاله بگم خدا چیکارت نکنه با این مسئله که تو زدی. اولا این تخمه رو باهات گرون حساب کردن، دومن این دولت مستضعفین وقتی اومد گفت میخوایم اینترنت رو رایگان کنیم، رایگانش پیشکش، واسه چی افزایش میدی؟ سیومن واسه چی گرونش کردی؟ واسه این سرعت کندش، فیلترینگش؟ جلال خیلی رو داری نسبت به بقیه جلال هایی که دیدم. بله او جلال ها حتی خیلی بدن، تو جلال خوبی نیستی نسبت به اونا، جلال ها خوب هم. بعد جلال رئیس محیط زیست در جواب اینی که واسه چی الان برج 10 برف نیومده، بارون نیومده، گفته هنوز ثابت نشده کسی داره این ابرامونو انگولک میکنه، بارورشون میکنه، نمیدم جلو حاملگیشون رو میگیره، هنوز ثابت نشده. حالا اگه ثابت بشه چی؟ آها معلومی چی کار میکنید، یعنی چه ثابت بشه چه نشه کاری از دستتون بر نمیاد. یعنی بدبخی ابرامون، یعنی هر چیزی که توی جغرافیا هست باید یه جور انگولک بشه. بله زاکانی شهردار انقلابی گفته هنوزم از اتفاقات پارسال اعتراضات در رنج هستم. زاکانی ما هم در رنج هستیم از شما، از وعده وعیدهایی که دارید و عمل نکردید، از اون حرفایی که زدین و عمل که هیچی نزدیکشون هم نشدید. بله ما هم داریم رنج میبریم از شما که مقصر اصلی این وضعیت معیشت ما هستید، شمایی که فقط حرف زدید و عمل یخته هیچی. بله آه رنج ما مهم نیم، رنج ما علیکی زا کنیم واسه یه حرف ده. دانشجویان سیاسی باید خطر کنن و وارد میدان بشن. جدی؟ یعنی ما میتونیم وارد میدان بشیم؟ پس من میخوام وارد بشم. ای چه وضع زندگی، ای چه گرونی، اینترنت، فیلترینگ، بیکاری، تورم. آها نه ای ورود، پس کدوم ورود؟ آها ورودی که به نفع دولت و مسئولین باشه، یعنی ما نمیتونیم به نفع حق و حقوق مردم وارد بشیم؟ آها فعلا فقط میتونیم واسه دولت وارد بشیم، واسه مردم هنوز مجوزش صادر نشده. آیا صادرم میشه؟ آه معلوم نی. حالا فعلا واسه دولت من نمیشم، واسه دولت وارد شدن دیگه خطر نداره خودیه، همش مزایاست، واسه مردم خطر داره. یه دانشجوی به خاطر اینکه یه ویدیو طنز درباره یکی از استادا ساخته بود، استاداش مجبور به عذرخواهی شد. بهش گفتم با عذرخواهی کنی اگه میخوای. اینم گفت ببخشید I'm so so sorry. گفتن نه کافی نیست. گفت خواهی عذرخواهی. گفت نه باید کدبیش کنی. اینم قشنگ نوشت استاد ببخشید منو غلط کردم، جوونی کردم، شکر خوردم، دیگه اصلا نزدیکت نمیشم، چه برسه بخوام واسط ویدیو طنز بسازم، دیگه هیچی از من جز ارادت قلبی نمیبینی. اینم با متانت و بزرگواری عذرخواهیشو قبول کرد کتبیو، ولی شفایی نه گفتم، گو شفایی چون دیگه عبه میره، ولی کتبی همیشه هست. آره کتبیش خوب.